روز پدر را به تمام پدران ایران زمین تبریک میگویم. به علت نزدیک شدن روز پدر در این ویدیو سعی دارم بیماری هایی که مردان را بیشتر تهدید میکند را بیان کنم. پس با من همراه باشید. سلام، به کانال تایم دانستنی خوش اومدین. ویدیوی امروز در مورد بیماری های مردانه است. البته زنان هم به این بیماری ها ابتلا می شوند، اما در مردان شایع تر است. سرطان پروستات یکی از شایع ترین بیماری ها در مردان به حساب می آید. در سال 2016 مرکز کنترل پیشگیری از بیماری ایالات متحده تخمین زده که هر 100 هزار مرد حدود 101 نفر به این بیماری مردانه مبتلا می شوند. سرطان پروستات در صورتی که در مراحل اول کشف شود قابل درمان است، اما در صورت گسترش درمان آن دشوار شده و حتی ممکن است موجب مرگ شود. جالب است بدانید که زنان هم دارای پروستات هستند که در آناتومی زنانه به آن غدد اسکین میگویند، اما تشکیل سرطان در این ناحیه کم است. یکی دیگر از بیماری های مردانه که باید جدی گرفته شود سیروز کبدی است که به التهاب شدید کبد میگویند. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که کبد انسان در معرض حجم بسیار بالایی از مواد سمی قرار می‌گیرد. بیماری سیروز به این دلیل بیشتر در مردان دیده می‌شود که مصرف الکل و سایر مواد مضر برای کبد را بیشتر استفاده می‌کنند. بیماری پارکینسون یکی دیگر از شایع‌ترین بیماری‌های مردانه است. در بیماری پارکینسون مغز انسان دچار اختلال می‌شود که این مسئله سبب می‌شود بدن بدون کنترل دچار لرزش شود و عضلات خشک و کند می شوند. مردان به طور میانگین 1.5% بیشتر از زنان به این بیماری مبتلا می شوند. طبق آمار آکادمی درماتولوژی آمریکا، با وجود اینکه زنان جوانتر از 50 سال بیشتر در خطر ابتلا به بیماری سرطان پوست یا ملانوما قرار می گیرند، اما در سن 65 سالگی مردان 2 برابر بیشتر به سرطان پوست مبتلا می شوند. سرطان کولون یا روده بزرگ به عنوان یک بیماری مردانه دیگر شناخته می شود. افرادی که رژیم غذایی ناسالم و مصرف زیاد الکل و سیگار کشیدن جزی از زندگی آنان شده است، بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. در سرطان کولون، سلول‌های غیر طبیعی و تومورهای بدخیم در روده بزرگ تشکیل شده و در صورتی که درست به موقع تشخیص داده نشود، گسترش پیدا می کند و باعث برگ می شود. سیگار کشیدن مهمترین عامل ابتلا به سرطان پانکراس یا لوزالمعده است. از هر 4 مورد ابتلا به این سرطان 1 مورد مستقیما به سیگار کشیدن مربوط می شود. از آنجایی که عادت سیگار کشیدن در مردان رواج دارد، به همین دلیل نیز مردان بیشتر در ریسک ابتلا به سرطان پانکراس قرار می گیرند. سرطان کلیه نیز می تواند یک بیماری مردانه لقب بگیرد، زیرا مردان بیشتر در محیط کار در معرض مواد مضر شیمیایی قرار می گیرند. همونطور که گفتیم عادت سیگار کشیدن در بین آنها بیشتر است. خون در ادرار، درد ناگهانی در قسمت پایانی پشت، تب، کاهش وزن غیر طبیعی یا خستگی شدید از جمله علائم سرطان کلیه هستند. مردان 2 برابر زنان در خطر ابتلا به سرطان دهان قرار می گیرند. علتش این است که سیگار کشیدن و نوشیدن بیش از اندازه از نوشیدنی های الکلی که هر دو عامل اصلی سرطان دهان است، بیشتر در مردان دیده شده است. بیماری پای ورزشکاران شرایطی است که در آن باکتری ها باعث بروز قارچ در پاها و به ویژه کف پاها می شود و بیشتر در مردان دیده شده است. قارچ های این بیماری برای بدن ضرر ندارد، ولی رسیدن آنها به نواحی مثل دست ها و ناخن ها یا کشاله های ران که مقاوم تر هستند می تواند کمی درساز شود. ALS نوع بیماری هستش که در آن اعصاب درون مغز و نخاع به مرور از بین رفته و باعث می شود که فرد کنترل عضلات خود را از دست بدهد. بر اساس آمار مؤسسه بیماران ALS ایالات متحده، مردان 20% نسبت به زنان بیشتر در خطر ابتلا به این بیماری قرار می گیرند. همه این بیماری ها وصل شد به سیگار کشیدن و نوشیدن الکل و تغذیه ناسالم. پس مراقب خودمون و سلامتیمون باشیم. اگه همین الان از این ویدیو خوشت اومد، منو لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت بذار و زنگوله رو فعال کن که هر وقت من ویدیو گذاشتم شما ببینید. مرسی که تا انتها همراه من بودید. ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.